حریری جان، براحت گسترم فرمای مادر جان. بدان هستی زیبا هستیم آرای مادر جان. نرو دایم بیمان و آفتابانه بروی ما، دری فردا و پس فردای نو بکشای مادر جان. زمان وقت حروف محبت را به عنوان مادر خود ارسال می کردیم، این حرف مهر و خلوص به نام تمام مادران عالم بود. شعر، موسیقی، هنر، تصویرگری، عموماً همه کار، تمام تعهد و رسالت انسان ها به خاطر چیست؟ اگر عزیزترین آدم حیاتشان در انحصار تنهایی باشد، پس شعر و هنر اصلاً که قدر و مقدار ندارد. وقتی عارف بزرگ بایزید بسطامی را پرسیدند که این همه مرتبه و رتبه رفعتمند را از کجا پیدا کردی، گفت از دعای مادرم. روزی گفت مادرم در بستر خوابیده بود و گفت که پسرم آب ده. من رفتم به سر چشمه آب آوردم با کوزه، تا آمدم که خواب مادر برده بود و در سر بالینش انتظار بودم. تمام شب منتظر نشستم تا دم صبح مادر چشم خود را باز کرد و گفت پسرم هنوز تو بیداری؟ هنوز انتظار منی؟ گفت آره مادر، حاضرم به خدمت تو که تا آب بخواهی و من برایت مهربانی لطفی کرده باشم که در برابری این همه عنایات و شرافت وجود تو کار هم نیست. بینید که دعای مادر عزیز یک نفر را به کدام رتبه های بالاترین و مرتبه های اولوی رسانید. و ما هم از بزرگان، از بزرگان ملت خود باید همینطور طریق مناسبت به مادر، طریق مادرداری، فرهنگ مادرگرایی، مادرپرستی، مادردوستداری را باید بیاموزیم. از پیشوای ملت همان که با چه خلوص و ارادت و مهری ناتصویر از مادر عزیز یاد میکنند. از کلی نابغگان ملت همان که در برابر مادر خودشان را اینقدر کوچک و ضعیف و خورد به حسابند، در برابر شکوه و محتشمی و شوکت و بزرگی و ارجمندی مادر. البته محبت را، دوستداری را، طریق نغز دیدن مادر را نمی شود از کسی بیاموخت، و اما می شود انگیزه برداشت، می شود دستور گرفت، می شود این هدایات را برای آینده خود کارگر کرد. همه مادران ارجمند را که در پیشگاه دل ما جایگاه جاودان و مکرم دارند، با در رسیدن روزهای عیدایدی مبارکباد میگویم. آرزومند آنم که تاجیکستان دلبند ما و شما مأمن سعادت تمام مادران و تمام فرزندان باشد، و در این محبت کده مادران عزیز ما همیشه احساس رفاه و شادمانی و نشاط داشته باشند. از دلشان غبار خواطری همیشه بیرون باشد، همیشه شادی و نصرت و پیروزی فرزندان را ببینند و شادباد گویند و دعای خیر دهند. مادران عزیز که مرادیف بهار و نوروز هستند، باز هم به خلاقیت خود ادامه دهند، باز هم انسان های بزرگ آفرند که وطن سازند، جهان سازند، امروز آفرینند، انسان هایی که برای بنی بشر همیشه محبت دل خودشان را تقدیم می کنند و مهندس سعادت اهل عالم می شوند. شکوفت
لاله عروسک کیار یار کنیم. هر آنچه غیر نشاط است اختصار کنیم، ولی با غم بسیار دل چیکار کنیم؟ زی غم نگو و بیا شکر کردگار کنیم، بیا بهار کنیم، بیا بهار کنیم.